سلام خدمت همراهی همیشه یه جهان آرسی، امروز بر خدمتتونیم با یک دستگاه فوق‌العاده جذاب که خودم بعد از بررسیش واقعا لذت بردم. بریم شروع کنیم. دستگاه امروز XIL193 Max هستش. این که همه رو با تاکید میگم به خاطر اینکه مدل‌های مشابه تو بازار زیاد داره، ولی این دستگاه کامل‌ترین نسخه موجود هستش که به صورت پرمیوم طراحی شده. بریم بازش کنیم ببینیم چیا داره. خب همونطور که می‌بینیم یه بسته‌بندی فوق‌العاده جذاب و شیک رو داره به ما ارائه می‌کنه. بازش می‌کنیم، یه کیف داره و دیگه هیچی نداره. همه چیزش داخل کیفش قرار گرفته. مثل همه دستگاه‌های جدید که کمپانی‌ها دارن ارائه می‌کنن. خب داخل کیف رو باز می‌کنیم. کیف فوق‌العاده با کیفیت، یعنی حقیقتاً از کیف‌هایی که دستگاه‌های DJI توش ارائه میشن چیزی کم نداره. از نظر کیفیت و متریال فوق‌العاده است. اینا رو یه مقدار دوربرمون رو خلوت کنیم، بذاریم همشون جا بشه. خب اینجا یه دونه دفترچه راهنما داریم، کاری باش نداریم. خود پرنده هست. اوه باتریش در اومد با چه وضع جذابی. خب لوازم یدکیش، سنسور عدم برخوردش، اولین نسل دستگاهی هستش که سنسور عدم برخورد داره تو دستگاه‌های تفریحی. خب تا یادم نرفته اول از همه بگم این دستگاه در لول تفریحی هستش، نه لول تخصصی، ولی حقیقتاً از لول تخصصی نه چیزی کم داره نه امکاناتی کم داره، ولی خب ما وظیفه‌مون هستش به صورت کلی طبق قراردادی که خودمون با خودمون گذاشتیم. نمیتونیم بیایم بگیم که قطعاً به این صورت است. توی مجموعه جهان آرسی عملکرد به این صورت هستش که تمامی دستگاه‌ها بر اساس حالا لولشون کلاً تو دو لول تقسیم بندی میشن، دستگاه‌های حرفه‌ای و دستگاه‌های اصطلاحاً تفریحی و سرگرمی. دستگاه DJI ما دستگاه حرفه‌ای قرار دادیم و سایر دستگاه‌ها رو تو دستگاه‌های تفریحی و سرگرمی قرار دادیم، ولی واقعا این از مویک مینی دو حتی چیزی کم نداره، شاید بشه گفت یه سری امکانات بیشتر هم داره، ولی خب ما طبق حال قرارداد خودمون این شرایط رو اعلام داریم میکنیم برای دستگاه. دستگاه بازوی تاشو داره همونطور که میبینید، خیلی جذاب، یه استایلی شبیه به مویک 2-3 همچین حالتهایی. محافظ گیمبال داره، پس یعنی که این دستگاه یه دوربین با گیمبال سه محوره رو داره که خب خیلی جذاب این قضیه. یه باتری 7.6 ولت 3400 میلی آمپری داره که 24 دقیقه اگر اشتباه نکنم به ما تایم پروازی میده، خیلی عالیه. موتورهای دستگاه براشلس هستش، باتری به صورت خشابی توی دستگاه جا میخوره. سنسور ویژن پوزیشن رو زیر پرنده داریم، سیستم ارسال تصویر 58D رو داریم. خب سیستم ارسال تصویر 58D همونطور که میدونید اکثر گوشی‌های جدید دیگه 58 رو ساپورت میکنن، سرکانس 5 یا 58 رو، پس از این بابت نگرانی نداشته باشید، مگر اینکه گوشیتون قدیمی باشه که خب سری 5 رو ساپورت نکنه. جذاب ترین سیستمی که این دستگاه داره سنسور عدم برخورد با موانعی هستش که روی این دستگاه قرار گرفته، و وقتی من داشتم تست این دستگاه رو میدیدم این سنسور فوق‌العاده عملکرد جذابی داره. به این صورت عمل میکنه که یه سنسوره، ولی که شما 360 درجه سیستم عدم برخورد رو دارید. چجوریه این 360 درجه؟ این سنسور همونطور که میبینید این بالای پرنده، سقف پرنده نصب میشه، این پلاستیک رو برمی‌داریم روی این قسمت نصب میشه، بعد از اینکه روی پرنده قرار میگیره به این صورت، حالا همونطور که طبق عکسش هستش، این به صورت کامل قابلیت چرخش داره و این سنسور خودش تا 120 درجه رو کامل پوشش میده. یعنی چجوری عمل میکنه؟ وقتی شما با ریموت کنترل فرمان جلو میدید این سنسور جلوه، وقتی میخواید فرمان راست بدید درجه سنسور به سمت راست برمیگره، چپ چپ، عقب عقب، و اسکن میکنه اون محیط رو. اگر شرایط حرکت به اون سمت رو داشته باشه حرکت میکنه، اگر نداشته باشه حرکت نمیکنه. پس شما یه سنسور دارید ولی یه سنسور 360 دارید، انگار پشت جلو عقب چپ راست، یعنی در حد یه مویک 2 شما سنسور دارید که این قضیه رو خیلی خیلی جذاب میکنه برای دستگاه، مخصوصا افرادی که حالا آماتور هستن یا حتی تمایل به این دارن که حتما دستگاهشون سنسور عدم برخورد داشته باشه، برای همین فوق العاده هستش. یه ریموت کنترل واقعا با کیفیتی رو داریم، یعنی واقعا وقتی لمس میکنیم این ریموت کنترل رو، متریال پلاستیکی که توش استفاده شده فوق العاده جذاب و هیجان انگیز هستش، و جذاب تر از اینکه این ریموت کنترل شارژیه و یه LCD خیلی خوب داره که تمام مشخصات تلمتری رو به ما ارائه میکنه.
از امکانات باحال این دستگاه بخوام براتون بگم که خب اینجا روی جعبه زده میگه که به صورت تاشو هستش، بازگشت به خونه جی پی اس دقیق رو این دستگاه داره، سیستم پوینت آف اینترست یعنی شما روی نقشه میتونید نقاط تعریف کنید و پرنده توی اون نقاط شروع کنه به حرکت کردن و میتونید ترسیم مسیر پروازی به صورت نقاشی داشته باشید و شروع کنه تو اون مسیر برای شما حرکت کردن. بعد قابلیت کنترل با اپلیکیشن رو داره و اینکه میگه با اپلیکیشن برنامه‌ریزی میشه، سنسور عدم برخورد رو داره، دوربین 4K رو داره با رزولوشن 12 مگاپیکسل، گیمبال سه محوره EIS یا همون الکترونیک ایمیج استابلیزیشن گفت شدیم. بعد عرض کنم خدمتتون این قسمت باعث بشه که یک لرزشگیر داخلی دستگاه هستش و مربوط به این هستش که دستگاه شما توی تصاویری که میگیره علاوه بر این که اون گیمبال اون رو ثابت نگه میداره، اون تصاویر رو هم به صورت الکترونیکی ثابت نگه داره و لرزش های ریز رو بگیره. اپتیکال فالو پوزیشنینگ میشه همون سنسور ویژن پوزیشن زیرش. یه سری امکانات خیلی جذاب دیگه داره که باید بریم داخل دستگاه ببینیم به چه صورت هستش. دستگاه رو روشن میکنیم. ریموتش هم روشن میکنیم، میذاریم این گوشه، اینا رو میذاریم. توی لوازم جانبیش هم یه دونه کابل USB داریم به همراه ملخ‌های یدک، چیز خاصی نیستش. اینا رو میذاریم کنار که بتونیم تستش رو بگیریم. خب میریم برای استفاده از دستگاه، میریم داخل وایفای تلفن همراهمون، سرچ میکنیم XIL، میبینیم همونطوری که اومده. خب نرم افزار اینجا مشخص، وایفای اینجا مشخصه، بهش وصل میشیم، سیستمش 5G هستش. اگر ارور داد که اینترنت ندارد هیچ نگرانی نداشته باشید، طبیعیه به خاطر اینکه ما داریم از یه وایفای داخلی استفاده کنیم، ربطی به اینترنت نداره و قراره فقط دیتا ازش ترانسفر بکنیم. نرم افزار مربوطش رو دانلود بکنید که از طریق اون QR هستش. استارت رو میزنید، تا یه سری تنظیمات داره، میتونید همینجا کالیبرش کنید، خیلی کارهای جذاب بکنید که حالا توی ویدیو آموزشیش کامل توضیح میدیم، ولی به صورت کلی ما الان فقط میخوایم امکانات رو ببینیم. خب همونطور که میبینیم یه تصویر واقعا عالی، یعنی چیزی از یه دستگاه حرفه‌ای DJI کم نداره. واقعا بی‌انصافی اگر ما این دستگاه رو بخوایم ببریم توی کلاس‌های تفریحی، ولی خب مجبوریم. میریم این قسمت وایفای، اینجا قسمت نقشه است که خب به شما نشون میده وضعیت دستگاه کجا هستش. این قسمت اکتیو ترک دستگاه هست که الان خب با توجه به اینکه جی پی اس نداره، همونطور که میبینید اجازه فعال شدن نمیده. این دستگاه هم اکتیو ترک داره هم سیستم دنبال کردن بر اساس جی پی اس فوق العاده. پوینت آف اینترست رو ما داریم که خب حرکت به صورت دوار هستش مشخص میکنه، تا جایی که یادم هست هم به دور سوژه میتونیم مشخص بکنیم هم بر اساس متراژ میتونیم مشخص بکنیم. این قسمت تنظیمات دستگاه هستش که خب قسمت اکتیو ترکمون رو داره، گستچر کنترل رو داریم، پالم کنترل رو داریم. پالم کنترل یعنی اینکه شما میتونید با دست پرندتون رو هدایت بکنید، مثل حرکتی که توی اسپارک داشتیم، و قابلیت کنترل با تلفن همراه رو داریم. عرض کنم به خدمتتون این قسمت ترسیم مسیر پروازی بر اساس وی پوینت و به صورت نقاشی رو، حالت نقاشی طوری که اصطلاحاً دراوینگ مود اگه اشتباه نکنم، دراوینگ فلای یا همچین چیزی بهش میگن داریم. اینجا میتونیم عکس‌ها و فیلم‌های گرفته شده هم ببینیم. دستگاه رم خور هستش فراموش نکنیم، یعنی این زیرش رم می‌خوره و شما میتونید عکس ها و فیلم هاتون رو با بهترین کیفیت دریافت بکنید. قابلیت اتصال به عینک VR رو داریم، طول عرض جغرافیاییمون رو میتونیم ببینیم، تعداد جی پی اس های کانکت شدهمون، میزان باتری دستگاه رو میبینیم، تعداد جی پی اس ها رو که گفتم، اپتیکال فالو رو داریم میبینیم. 50x زوم داره این دستگاه. درسته که زوم دیجیتال هستش و به صورت نرم افزاریه، ولی فوق العاده است. ما همین امکان رو دستگاه های حد DJI نداریم، یعنی میبینید اگر بخوام بیان تو، چون الان گیمبال فعال شده ما این اجازه رو نمیده، هی بالا پایین میکنه سر دوربینو، ولی خب میبینید که چقدر جذابه. قابلیت ادیت، ببخشید بیرون زدم اومد، ادیت عکس و فیلم رو داریم، عکس و فیلم های گرفته شده همون رو خب به ما نمایش میده. قابلیت کنترل به گوشه موبایل رو که خب بهتون گفتم داریم اینجا کامل، و همین الان چون سنسور عدم برخوردش وصل نیست خاموشه. خب
همونطور که دیدیم این دستگاه امکانات فوق‌العاده‌ای رو داره به نسبت خودش، با توجه به اینکه ما داریم بهش میگیم یک دستگاه تفریحی و سرگرمی، ولی امکاناتش واقعا دستگاه حرفه‌ای چیزی کم نداره. فوق‌العاده جذاب هستش، فوق‌العاده لذت بخش پرواز باهاش. سعی می‌کنم حالا جلوتر حتما ویدیوهای پروازش براتون میگم. پرواز فوق‌العاده پایدار، چه فضای بسته چه فضای باز رو بهتون ارائه می‌کنه. برد رادیویش 1200 متر و ارسال تصویر هم اگر اشتباه نکنم 500 تا 600 متر به شما ارسال تصویر زنده انجام میده، که خب همه اینها رو در کنار هم قرار بدیم. با توجه به قیمت مناسبی که برای این دستگاه قرار داده شده، تقریبا میتونیم بگیم نصف قیمت دستگاه‌های DJI رو داره، که خب این قضیه خیلی خرید این دستگاه رو جذاب و توجیه‌دار شاید بگیم میکنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، لذت بردید، خوشحال میشیم که اون رو با سایر دوستان و عزیزاتون به اشتراک بذارید. اگر ما رو داخل یوتیوب میبینید لطفاً سابسکرایب و لایک فراموش نشه، و اگر تو اینستاگرام میبینید ما رو حتماً لطفاً شیرمون بکنید، لایکمون کنید، و اگر تو رسید حتماً سیومون بکنید تا اگر روزی بهمون نیاز داشتید بتونید ما رو مجدد راحت پیدا بکنید. امیدواریم تا ویدیوی بعدی خوشحال، سرزنده و پایدار باشید.